اقرب لقب قاتل سریالی لهستان بود کسی که سالهای سال وحشت به دل زنها انداخته بود اما پلیس و دولت قصد نداشت که دستگیرش کنه تو این پرونده با من همراه باشید سلام من مرزیم و به یک ویدیوی دیگه از فیکشن خوش اومدید. اگر این اولین باره که چهره من رو میبینید بگم که ما اینجا میریم سراغ پرونده های جنایی پس اگر این ژانر رو دوست دارید همین الان زیر همین ویدیو دکمه سابسکرایب رو بزنید و با زدن زنگوله کنارش همراه ما باشید. اگر هم از همراه های قدیمی ما هستید یادتون نره که ما رو لایک کنید و خاطر اینکه خیلی به ما کمک میکنه. اما قبل از اینکه برم سراغ پرونده امروز یک نکته کوچیکی رو راجب به این پرونده توضیح بدم. پرونده امروز در لهستان اتفاق میافته در زمانی که این کشور هنوز بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بوده و تحت سلطه یک حکومت کمونیستی یک پارچه اداره می شده. اطلاعات و عکس ها از این پرونده بسیار کم بود. من تلاش کردم که تا حد ممکن اطلاعات به دست بیارم چند تا مستند ببینم خب یه سری هاش که به زبون لهستانی بود اصلا امکانش وجود نداشت اونهایی که به زبون انگلیسی بود رو دیدم و بیشترین اطلاعاتی که از این پرونده میشد جمع آوری کرد رو من جمع آوری کردم اما اطلاعات این پرونده تا حدی ناقصه مثلا در مورد قربانی ها ما اصلا فامیلیشون رو نمیدونیم و هیچ جا فامیلی اینها ذکر نشده یا عکسی از این قربانی ها وجود نداره با توجه به زمانی که این اتفاق داشته در لهستان می افتاده مخصوصا این که زمانی که این اتفاق در لهستان می افته، اون حکومت یک پارچه کمونیستی که کشور رو اداره می کرده بسیار مایل بوده که سرکوب کنه هر نوع خبری از این اتفاقات رو و به رسانه ها بگه که این حرفی که دارید میزنید درست نیست هیچ قاتل زنجیره وجود نداره هیچ کسی نیست که به زنها حمله بکنه و به واسطه اون سرکوبی که توی اون دوره اتفاق افتاده تصویر از این پرونده بسیار کمه اما خب هرچی که پیدا کردیم رو براتون جمع آوری کردیم برام سراغ پرونده امروز. پرونده امروز هشت سال ترس و وحشت در لهستان رو به همراه داشته. زنها می ترسیدن از خونه بیان، می ترسیدن تنها توی خیابونها و برو مرور بکنن به خاطر اینکه حمله اتفاق می افتاده، تجاوز، قتل و به خاطر اینکه کشور اون زمان درگیر اتفاقات داخلی بوده، درگیر شورش های داخلی بوده، پلیس هیچ خبری در مورد زنجیری بودن این اتفاقها منتشر نمی کرده. در حقیقت عمدن نمی اومده اطلاع رسانی بکنه که این اتفاقات این جنایت هایی که داره پیش میاد زنجیره ایه به خاطر اینکه از نظرشون ضعفشون رو در اداره کشور نشون میداده. اما چیزی که حقیقت داشته این بوده که یک مرد معمولی، بیهاشیه، منزوی، بیسر و صدا که همسایه ها ازش بدی ندیدن داشته توی کشور قتل می کرده. از شهری به شهر دیگه میرفته و به زنها حمله میکرده آدمی که خیلی ها از کنارش عبور میکردند و نمیفهمیدند که یک قاتل زنجیره‌ای خطرناکه. کسی که قرار ازش حرف بزنیم پاول توکلینه. متولد 28 آپریل 1946. پاول توی یک خانواده به دنیا اومد که 11 تا بچه بودن. پدر و مادرش برنارد و مونیکا بودن و اساسا توی خونه موزا به نفع بچه ها نبود. پدرشون الکلی بود، بچه ها رو کتک میزد، خیلی برخورد خشنی داشت. وقتی از سر کار خسته میومد خونه انتظار یک خونه آروم رو داشت، انتظار بچه های منضبط رو داشت اما توی خونه ای که یازده تا بچه حضور دارن قطعا آرامش به وجود نمیاد یک خونه روستایی داشتن یک خانواده منزوی بودن با کشاورزی و کارهای این شکلی زندگیشون رو اداره میکردن اما مشکلی که برنارد پدر خانواده بیشتر از همه با پاول داشت این بود که پاول شبها جاش رو خیس میکرد و این برای پدر خانواده قابل بخشش نبود از نظرش این یک گناه نابخشودنی برای یک پسری بود که سنش داشت میرفت بالا اینقدر این بابت این کار کتک زد پاول رو که یک جایی حس کرد که شاید خب واقعا مشکل داره بذار ببرمش دکتر پاول رو میبره دکتر و دکتر یک دارویی به این میده همون شب اول که این رو میخوره دوباره این ماجرا تکرار میشه و اون شب هم دوباره جاش رو خیس میکنه اما دیگه این بار با دفعه های قبلی فرق داشته این بار دیگه پدرش فکر نمیکرده که بچهش ضعف داره فکر میکرده که بچهش از سر مشکل و دشمنی و لج و لجبازی داره این کار رو میکنه پس این پروسه کتک زدن بچهش هی تکرار میشده این رو بگم که پاول تا 18 سالگی جاش رو خیس میکرده و همین موضوع باعث میشه که اصلا نتونه توی مدرسه با بقیه ارتباط درستی برقرار بکنه توی مدرسه مدام بهش لقب میدادن که تو بد بوی, بوی بدی میدی همیشه بوی ادرار میداده اون موقع در اون بازه زمانی لهستان خیلی مردم درگیر نظافت و رعایت کردن نظافت نبودن و این خیلی برای پاول اتفاق بدی بوده هر بار که میرفت مدرسه مخصوصا از طرف دخترها به این موضوع مسخره می شده که بوی بد میده هیچ کس حاضر نبوده کنارش بشینه توی مراسمای مدرسه کسی حاضر نبوده باهاش برقصه همین هم هی منظوی و منزوی ترش میکنه هی تنها و تنها ترش میکنه و این آدم به بلوغ میرسه بزرگ میشه هجده ساله میشه و حتی یک بار هم نتونسته یک گفتگو با یک خانوم شروع بکنه ببینید این الگوها تکراریه اگر از همراه های قدیمی ما باشید دیگه خودتون یه پا کاراگاهید و میفهمید که پدر خشن و عدم ارتباط با دختران و توی مدرسه مسخره شدن جز و عواملیه که در قاتلای زنجیری تکراریه. در مورد پاول هم واقعا همین شکلی بوده یعنی دو تا عنصر کنار همدیگه از این آدم یک بچه منزوی و دور از بقیه ساخته بوده. چیز دیگه ای که پاول از کودکی یاد گرفته بوده توی خونه این بوده که اعمال قدرت با خشونت فیزیکی یک امر طبیعیه دیگه شما فکر کنید که یک بچه توی خونه چشم که باز میکنه کتک میخوره توی مدرسه از هم مدرسه ای هاش احتمالا کتک میخوره توی خیابون کتک میخوره و کم کم به این باور میرسه که خشونت فیزیکی بخشی از زندگی دیگه اصلا درست و غلطی براش معنی نداره از ابتدا همین رو شناخته و در مورد پاول همین اتفاق میفته و از همون ابتدا فکر میکرده که خب خشونت فیزیکی بخشی از رفتار عادی دیگه و آدم ها همین شکلی رفتار میکنن این عدم ارتباط با بقیه و منظوی بودن کم کم اون رو دوچار اسکوپوفیلیا میکنه. در مورد اسکوپوفیلیا یک توضیح کوتاهی بدم. اصطلاحا بهش میگن تماشاگری جنسی. افرادی که از دیدن تصاویر جنسی لذت میبرن توی هنر وجود داره مثلا در یک نقاشی در یک شعر اما چیزی که اینجا ازش حرف میزنیم به اسم اسکوپوفیلیا در حقیقت یک اختلال جنسیه فرد مایله که افراد رو وقتی که برهنه هستن یواشکی نگاه بکنه بدون اینکه خودشون بفهمن مایل افراد رو در حال رابطه جنسی نگاه بکنه بدون اینکه خودشون بفهمن مایله که تعقیب بکنه زنان رو و وقتی توی خونهشون برهنه هستن اونها رو نگاه بکنه فکر میکنم چشم چرونی معادلیه که میتونیم براش به کار ببریم البته زمانی که این چشم تبدیل به اختلال میشه فرد تحریک جنسی میشه با این دیدنه و به خود ارزایی رو میاره افرادی که درگیر این اختلال جنسیان مایل نیستن با اون آدمی که دارن میبیننش هیچ تماسی برقرار بکنن اصلا علاقه ای ندارن که برن یه روزی در خونه زن همسایه روبروی رو بزنن که بره میبیننش. همین که اون رو ببینن براشون کافیه با اون خیال پردازی میکنن با اون خود ارزایی میکنن و هیچ ربطی هم به این نداره که حالا یه روزی برن سراغش بیشتر لذتشون ذهنیه و از نگاه کردن لذت میبرن در مورد پاول میدونیم که کم کم درگیر این اختلال میشه و از همون نوجوانی شروع کرده بوده به چشم چرونی کردن توی محله و دید زدن آدمهایی که میتونسته دیدشون بزنه یعنی یواشکی بره جایی که متوجهش نشن محلشون رو که عوض میکنن خیلی هم براش بهتر میشه با خانوادهشون از اون جایی که بودن میرن یه جای دیگه اونجا کسی این رو نمیشناخته لقب بدبو رو هم نداشته برای همین یه ذره اوزاش بهتر میشه بعد از مدرسه میره سربازی چند ماه توی سربازی خدمت میکنه و هم اونجا هم متوجه میشن که شنواییش به نسبت آدمهای دیگه یک مقداری ضعیفه. هنوز خیلی جوون بوده که یک روزی خانواده و مزرعه و محله یا و همه را رها میکنه فرار میکنه و میاد به گدانسک گدانسک یک شهریه در لهستان توی گدانسک خیلی زود آشنا میشه با یک دختری شروع میکنه قرار گذاشتن باش اسمی از این دختر وجود نداره با هم ازدواج میکنه خیلی زود صاحب بچه میشن اما این ازدواج خیلی دوام نمیاره در نهایت در سال 1973 هاول جدا میشه از همسرش در حالی که یک بچه هم داشته از همسرش جدا میشه این زمان های دوزی های کوچیک کوچیک هم میکرده جاهای مختلف میرفته چی که میتونسته میدوزدیده بعد از جدا شدن از همسر اولش بعد با یک خانوم دیگه ای آشنا میشه به اسم رجینا و با اون ازدواج میکنه دوباره یک زندگی دیگری تشکیل میده با اون هم بچه دار میشه حالا که داره با همسر دومش زندگی میکنه محلی هایی که اون رو میشناسن معتقدن که آدم درونگرایی باثبات بی آزار آروم سرش به کار خودشه میره میاد مثلا صدای داد و بیداد و دعوا از تو خونشون نمیاد و در کل آدم محترمی توی محله بوده اما چیزی که مردم نمیدونستن این بوده که این آدم با یک اختلال جنسی بزرگ شده بوده و این اختلال هی عمیق و عمیق و عمیق‌تر میشده و نمودهای دیگه ای داشت چیزهای دیگه‌ای رو نشون میداده. اون چیز دیگه ای که نشون میداده و مردم محل نمیدونستن به خاطر اینکه تو محل از این کارا نمیکرده این بوده که ایشون خیلی علاقه داشته به آلت نمایی میرفته جاهایی که خانم و دخترای جوون رد می شدن کتش رو باز میکرده و حالت جنسیش رو به اینها نشون میداد خیلی کار روتینی بوده براش دیگه حال می کرده با این کار یه دفعه میره نزدیک آکادمی پزشکی شهر و این کار رو انجام میده این کتش رو که باز میکنه و آلت جنسیش رو نشون میده یکی از این دانشجوهای دختر شروع میکنه خندیدن و بهش میگه که ببین هی رفیق تو چیزی نداری که نشون بدی برای چی داری این کارو میکنی و میخنده و بقیه هم میخندن خب تا این لحظه با این کار احساس قدرت میکرده دیگه قدرت نمایی میکرده آدم ها میترسیدن جیغ میزدن فرار میکردن بهش فوش میدادند، برا شکلی از حس قدرت بوده اما حالا تو موقعیتی که داشته لذت قدرت رو میچشیده تحقیر میشه و دقیقا از همون زاویه هم تحقیر میشه که همه زندگی باش مشکل داشته یعنی یک دختری تحقیرش میکنه اون لحظه است که با خودش فکر میکنه که خیلی خوب من به شما زنها نشون میدم که خونچیه من به شما زنها نشون میدم که باید باهاتون چی کار کرد و از اینجا به بعد با تصمیمی که میگیره زندگیش تغییر میکنه این رو بگم که این آدم کلا با خون بیگانه نبوده پدرش در مزرعه کار کشتن خوک هم انجام میداده و یکی از وسایل محبوبش در مزرعه زمانی که با پدرش زندگی میکرده اون پتکی بوده که پدرش توی مزرعه داشته این پتک کارش این بوده که میزدن تو سر خوک ها قبل از اینکه سرشون رو ببرن که اینها بیهوش بشن خب یک پتک تهیه میکنه و شروع میکنه از این استفاده کردن برای اینکه یک بار دیگه احساس قدرت بکنه اولین حمله اون زمانیه که 29 سال است 31 اکتبر 1975 به یک زن 21 ساله به اسم دنوشا حمله میکنه دنوشا پیش خدمت یک رستوران بوده کارش تموم شده بوده داشته برمیگشت خونه بعد از ظهر هم بوده هنوز هوا تاریک هم نشده بوده پشت سرش راه میافته. اول شروع میکنه که آلتش رو به این نشون داده خیلی از این کار خوشش میومده نسبت به زنها و نکته دیگه اینه که تعقیب میکرده قربانی هاش رو یعنی از این هم لذت میبرده که اونها بترسن و فرار بکنن دنبال میکنه دنوشگاه رو یک مسافتی و بعد ناگهان با اون پتکی که داشته اون چکشی که داشته چکش نیست واقعا پتکه یک سریه بزرگ داره و یک دسته بزرگ مثلا این ابادش با این میزنه توی سر دنوشکا وقتی میفته روی زمین میکشتش پشت بوته ها هنوز دنوشکا زنده بوده شروع میکنه درآوردن آوردن لباس این برای تجاوز جنسی این دختر شروع میکنه ناله کردن و کمک خواستن از قضا جایی که این کار رو کرده بوده اصلا جای خلوتی نبوده و آدم هایی که رد میشدن صدا رو میشنوند صدا رو میشنون و کم کم میان نزدیک صدا از کجا میاد یک زوجی نزدیک میشه به این جایی که این اتفاق داشته میافتاده کارش رو نیمه کاره رها میکنه بلند میشه از پشت بوته ها میاد بیرون قبل از اینکه اینها برسند و میگه که شما هم صدا رو شنیدید به نظرم یک اتفاقی اون پشت برای کسی افتاده شما برید تا من برم پلیس رو خبر بکنم و توی این فاصله خیلی با خون سردی راهش رو میگیره و میره اولین قربانیش خوشبختانه زنده میمونه و تنها شانسی که آورده بوده این بوده که با توجه به ضربه که دیده بوده پلیس و اورژانس زود رسیده بودن این در حقیقت اورژانس زود رسیده بوده و این رو برده بودن بیمارستان به خاطر اینکه ضربه اونقدر شدید بوده که اگر دیرتر میرسوندنش بیمارستان زنده نمیمونده اما دنوشکا شانس میاره خب آدم که دنبال قدرت و برای ارزای نیازهای جنسیش داره یک کاری رو انجام میده وقتی که این اتفاقها نمیفته و دستش میمونه تو پوسگردو خیلی نارضایتی بیشتری داره این نارضایتی بیشتری هم براش میمونه دو ماه بعد یک حمله دیگه انجام میده از قضا دوباره افرادی صدای خانم رو میشنون میان کمکش و این بار هم اون خانم جون سالم به در میبره قربانی سوم چهار هفته بعد اتفاق میفته دو تا حمله اول ناموفق بوده و حمله سوم دیگه خیلی براش ناراحت کننده است خیلی سعی میکنه جدی این رو توی یک جای خلوتتری انجام ده 12 فوری 1976 به یک خانوم دیگه ای حمله میکنه با چکش ضربه میزنه به سر این خانوم این خانوم هم زنده میمونه و فرصت این رو پیدا میکنه که فرار کنه و به زندگی عادیش برگرده اما فرصت این رو پیدا نمیکنه که از تجاوز هم فرار بکنه اون بهش تجاوز میکنه و بعد رهاش میکنه و میره تو این بازه زمانی اون یک روش ثابت داره زنان تنها رو دنبال میکنه با چکشی که سرش یک پارچه بسته برای اینکه ضربش رو بگیره اینجا اصلا قصد نداره آدمها رو بکشه و این چکش رو توی لباسش پنهان میکنه دنبال اینها راه میفته توی مواردی اول بهشون پیشنهاد جنسی میده اگر قبول نکردن که خب قطعا هیچکس توی خیابون قبول نمیکنه با این چکش با سرعت بهشون حمله میکنه و بعد از تجاوز بدنشون رو رها میکنه و میره تعقیب میکنه دیگه یک مسافت طولانی دنبال اینها میره و بعد شروع میکنه باشون حرف زدن کل چیزی که میبینید از رفتار پاول یک آدمیه که عاشق نشون دادن حس قدرته یک آدمیه که همه زندگیش تغییر شده و میخواد قدرتش رو نشون بده اینجا هم همین شکلیه اون سه تا حمله داشته دو تاش ناموفق بوده و یکیش هم منجر به تجاوز شده اما هنوز هیچ قتلی انجام نداد اما یهو حمله ها متوقف میشه یهو دیگه هیچ خبری از حمله به هیچ زنی در هیچ جای لهستانی این رو بگم که با وجود سه حمله با فاصله زمانی کوتاه و ضربه شدید به سر با یک وسیله پلیس هیچ کدوم این پرونده ها رو به هم رفت نداده و اصلا دنبال یک آدمی نمیگردی که سریالی داره به زنها حمله میکنه یهو حمله ها متوقف میشه سال 1976 چه اتفاقی افتاده بوده این آقای توکلین پاول توکلین برای دزدی افتاده بود زندان یک سرقتی کرده بوده هی hey, خوردریز خوردریز یکی که نه یادتونه گفتم مثلا به دزدی هم عادت کرده بود وقتی که با همسر دومش ازدواج میکنه به خاطر این دزدی ها 1976 تا 1979 میفته زندان و توی این بازه هیچ حمله ای اتفاق نمیفته اما تابستون 1979 از زندان میاد بیرون خشنتره، عصبانیتره، سرخورده تره و میخواد که کارش رو شروع بکنه. وقتی که از زندان آزاد میشه توی یک شرکتی یک کاری پیدا میکنه. کارش این بوده که مسئول دادن وسایل و تجهیزات به کارگرهای اون شرکت ساخت و ساز بوده. این مثلا صبح اینها میومدن اومدن وسیله رو می گرفتن، می نوشته جلوی اسمشون بعد از ظهر می تحویل میداد این تیک میزده که هر کدوم اینها وسیلهشون رو تحویل دادن این شرکت اسمش زدن بوده احتمالا مخفف یک اسم بزرگتر دیگه خب خیلی خوب بوده الان یک جای کار میکرده که همه وسایل در اختیارش بوده یعنی هر سلاحی که میخواسته در اختیارش بوده و جدای از اون هم درآمدش هم بد نبوده کارش خوب بوده خیلی هم با آبرو زندگی میکرده ولی خب الان قربانی های متفاوتی میخواسته 9 نوامبر 1979 تصمیم میگیره سوار یک اتوبوس بشه و با این اتوبوس میره به یک دهکده با فاصله ده مایلی گدانس که همون جایی که زندگی میکرده به اسم لزنو یاد گرفته بوده از اون قربانی های اولیه که اگر میخواد به زنی حمله بکنه و کارش رو راحت انجام بده و کسی مزاحمش نشه باید جای این کار رو انجام بده که کس دیگه جز اون زن وجود نداشته باشه پس جاده های محلی جاده های خوبی جاده هایی که ازشون افراد محلی میرن مثلا به شهر برمیگردن میرن سر کار برمیگردن جایی که من آدم ها تنها رفت آمد میکنن برای همین هم سوار اتوبوس میشه و از جایی که بوده میره بیرون نکته دیگه هم این بوده باید میرفته جایی که نشناسنش به خاطر همین هر بار برای انجام جرم و جنایت میومده بیرون یک دختر بیست ساله ای بوده به اسم ایرنا یک دختر پرستاری بوده در حال رفتن به خونش بوده از همین جاده های فرعی داشته قدم میزده که متوجه میشه که یک نفری داره تعقیبش میکنه اول میگه که اشتباه کردم بعد میبینه که نه وقتی سرعتش رو زیاد میکنه تعقیب کننده هم سرعتش رو زیاد میکنه بر میگرده و توی یک ثانیه میبینه که این آدم لباسش رو باز کرده و مثلا پایین تنش برهنه است داره حالت جنسیش رو نشون میده هل میکنه میاد که فاصله بگیره این فرصت رو پیدا نمیکنه با چکش یا اون حالا پتک ضربه میزنه توی سرش اما این بار دیگه نه یه بار و دو بار که بیهوشش کنه پونزده بار با پتک به سرش ضربه میزنه هر یک ضربه پوست رو میشکافه و استخوان جمجمه رو میشکنه پونزده ضربه توی سر و صورت هم چهره رو از بین میبره و غیر قابل شناسایی میکنه هم خیلی آسیب جدی وارد میکنه ایرنا 15 ضربه میخوره این رو میکشه میبره پشت بوته ها دست و پاش هنوز تکون میخورده هنوز زنده بوده اما در حقیقت این دست و پا تکون خوردن واکنش های غیر ارادی بوده که به خاطر آسیب مغزی به وجود اومده بوده دیگه اینجا چیزی متوجه نمیشده ایرنا میبرتش پشت بوته ها اونجا بهش تجاوز میکنه و بعد همونجا رهاش میکنه و میره توی یکی از این مستندهایی که دیدم میگفتش که پاول بیشتر از اینکه مایل باشه با یک زن به عنوان یک انسان رابطه جنسی داشته باشه مایل بوده با یک زن شبیه به یک عروسک جنسی رابطه, داشت، رابطه جنسی داشته باشه زنی که هیچی نفهمه هیچ واکنشی نده هیچ مخالفتی نکنه باهاش حرف نزنه و اصلا این نوع حمله کردنش به زنها به واسطه این نوع خاص از میل جنسیش بوده بعد از این قضیه ایرنا رو رها میکنه و میره اون شب هلوهوش ساعت دو شب ایرنا جونش رو از دست میده صبح روز بعد جسدش پیدا میشه اما پزشکی قانونی تایید میکنه که ایرنا هیچ ای برای زنده موندن نداشته هیچ شانسی برای زنده موندن نداشته حتی اگر همون موقع که آسیب دیده بوده هم پیداش میکردن به خاطر آسیب های شدید زنده نمیمونده اما این جناب پاول یک سوتی داده بوده لحظه که داشته از روی رودخونه میپریده برای اینکه فرار بکنه از اون منطقه این پتکی که همراهش بوده و میذاشته توی لباسش احتمالا مثلا میذاشته توی شلوارش و رو... کتش و روش میبسته و اینا میفته توی آب رودخونه فرار میکنه میره دیگه بر نمیگرده که پوتک رو برداره ترسیده بوده خب پلیس وقتی جسد ایرنا رو پیدا میکنه داشته منطقه رو بررسی میکرده این پوتک رو توی منطقه کم آب رودخونه پیدا میکنه و به واسطه اینکه خیلی شبیه بوده به چیزی که ضربه زده شک میکنه که متعلق به قاتل باشه روش رو نگاه میکنه میبینه بله اسم کارخونه زد انتیکی که این توش کار میکرده روش هک شده خب الان سر نخی داشتن دیگه این از اون کارخونه در اومد از اون شرکت ساخت و ساز در حقیقت در اومد میرن به اون شرکت و شروع میکنن صحبت کردن با رئیس اون شرکت و اون رئیس میگه که خیلی خب من لیست تمام کسایی که مثل اجاره کردن رو به شما میدم اما پاول پوتک رو اجاره نکرده بوده نگرفته بوده ببره پس بیاره که دزدیده بوده توی اون لیست اسمش نبوده اون کسایی هم که اسمشون بوده و اون روز پود همراهشون بوده هم همه شاهدی داشتن که اون زمان قتل رو انجام ندادن در نتیجه پلیس میرسه بیخ گوش قاتل داستان ما اما نمیتونه باهاش کاری بکنه و بعد هم بیخیال میشه دیگه حدس میزنن شاید این یه وقتی دزدیده شده اومده بیرون و حالا داره ازش استفاده میشه سال 1980 از جایی که زندگی میکرده میره به یک منطقه به اسم گودا یک دهکده بوده توی لهستان هلوش مثلا 60 کیلومتر با گدانسک اون جایی که قبلا زندگی میکرده فاصله داره این زمانی که داریم ازش حرف میزنیم به چهار تا زن حمله کرده یک زن رو کشته و قصد هم داره که این کار رو ادامه بده دیگه دهی هشتاده و اوج کارهایی که این آدم انجام میده پاول سی و چهار سال است و زندگی خوبی داره زن داره، دوتا بچه داره، همسایه ها ازش راضی و زنش هم نمیفهمه که شوهرش چه زندگی شبانه خطرناکی داره. اگه براتون سوالی که شبا میاد بیرون کجا میره به زنش گفته بوده که خب من به جز شرکت اگه برای آدم ها هم کار بکنم پول خوبی به دست میارم و شبا میرم برای آدم های مختلف کار میکنم اینا پول خوبی میدن. و خب زنش هم قبول کرده بوده دیگه. توی این مدتی که اومده بودن توی منطقه این فانتزی جنسی این رشد کرده بوده و اگر یک چیز باشه که در مورد قاتل های ای و البته قاتل های کنگیزه جنسی دارن فهمیده باشیم اینه که وقتی که یک بار این کار رو انجام میدن اگر دستگیر نشن و فرصتش رو داشته باشن باز همین کار رو انجام میدن به خاطر اینکه قتل صرفاً برای لذت و خاطره لذت وقتی ازش دور میشی کمرنگ میشه و این هیجانش اینها رو مایل میکنه که دوباره این کار رو انجام بدن قاتل های جنسی عموما کارشون رو تکرار میکنن اونهایی که صرفاً برای لذت جنسی آدم میکشن این اتفاق هم میفته اول فوریه 1980 پاول توکلین یک بار دیگه میره دنبال شکارش آناستازیای سی ساله داشته از محل کارش برمیگشته خونه از کنارش رد میشه پاول بهش میگه که با من رابطه جنسی برقرار میکنی این یکم شوکه میشه سرعتش رو زیاد میکنه سعی میکنه ازش رد بشه میره دنبالش بهش فرصت نمیده با پتک میزنه توی سرش میکشتش پشت بوته ها بهش تجاوز میکنه توی منابع مختلف در مورد تجاوز روایت های متفاوتی ذکر شده یکیش تجاوزه و یکیش اینه که اینها رو برهنه میکرده و خود ارزایی میکرده من نمیدونم کدومش رو انجام میداده یا هر دوتاش رو انجام میداده به چه شکلی بود میکشه پشت بوته ها و انقدر به سرش ضربه زده بوده که مشخص بوده که دیگه این زنده نمیمونه اما این بار شجاعتر شده کیف آناستازیا رو باز میکنه مثلا انگشتر و وسیله و اینا که داشته خوشش میومده برمیداره یادگاری برمیداره از مقتول و در حالی که آناستازیا جلوش توی خون بوده و داشته جون میداده یه ساندویچ از ناهار آناستازیا مونده بوده این رو در میاره و میشینه کنار بدن این دختر و این رو خوردن میبینید هیچ احساس عذاب وجدانی توی رفتار این آدم وجود نداره سال 80 دیگه بحث یه قتل و دو قتل نیست. قتل ها ادامه پیدا کردن. اما دولت کمونیستی لهستان روبروه با قیام ها و اعتراض های کارگری به خاطر همین الان اصلا فرصت این رو نداره که بپردازه به یک قاتل زنجیری. اصلا مهم نیست که زنها چقدر میترسن چقدر ترس توی منطقه پخش شده ما تا اینجا راجبه دوتا از قتلای اون صحبت کردیم اما تعداد این قتلها توی سال هشتاد خیلی بیشتر از این حرف هاست. حالا ما جلوتر بهشون اشاره می که چند نفر رو کشته توی این سال زنها می از خونه بیرون نمیان اما دولت نه تنها دنبال یک قاتل زنجیری نیست بلکه اصرار هم داره که هیچ قاتل زنجیری وجود نداره این رو یک پلیس لهستانی توی اون مستند میگفت گفتش که اون زمان دولت لهستان بسیار معتقد بود که قاتل‌های زنجیره‌ای مال دولت‌های پوسیده سرمایداری غربن و اصلا در یک آرمان شهر کمونیستی که ما ساختیم و در بهشتی که ما داریم زندگی می‌کنیم قاتل زنجیری به دنیا نمیاد. به خاطر همین هم نه تنها دنبالش نمیگشتن روی قتل‌ها هم سرپوش می‌ذاشتند که خبرها خیلی پخش نشه. میان یه دو سال جلوتر میرسیم به 8 دسامبر 1982. یک دختر 24 ساله به اسم بوژینا داشته برمیگشته خونه توی کارخونه محلی کار میکرده کارش تموم شده بوده داشته برمیگشته خونه هوا بسیار سرد بوده مه گرفته بوده خیابونها خلوت بوده خیلی فضا مناسب یک قتل بوده برای پاول دنبال این دختر میره اول همون ماجرای پیشنهاد حمله بهش با چکش میزنه توی سرش و میکشتش پشت بوته کسایی که توی ساختمون های اطراف اون منطقه زندگی میکردن میگن که ما اون ساعت شب صدای یک زن رو شنیدیم که میگفت مامان کمک ولی شک کردیم که شا... مثلا شاید اشتباه کسی نیست حالا یا کسی دعوا شده و توجه نکرد میگه ما چند بار این صدا رو شنیدیم مردم محلی صدای کمک خواستن های این دختر رو شنیده بودن اما هیچکس نیومده بوده بیرون ببینه چه اتفاقی داره میفته این دختر زنده بوده حداقل دو بار به هوش اومده و توی هر بار به هوش اومدن بعد از اینکه صداش رو پاول شنیده با چکش توی سرش زده ناله میکرده و بعد هم اون رو همونجا گذاشته همونجا برهنه رها کرده و رفته اما یک اشتباه بزرگ کرده بود پاول این قربانیش رو دقیقا کنار ساختمون مرکزی حزب کمونیست کشته بود خب خبر پخش میشه جسد پیدا میشه دیگه این چیزی نیست که بتونن پنهانش بکنن رسانه ها راجبش حرف میزنن و فشار روی پلیس زیاد میشه که این آدم رو دیگه پیداش بکنید این دیگه اینجا آدم کشته دیگه توی یک جاده روستایی بیرون شهر نیست دیگه توی جنگل نیست دیگه لای بوته ها نیست که ما روش سرپوش بذاریم وسط شهر و کنار دفتر مرکزی ما این دیگه خیلی بیابرویه بالاخره این فشارها جواب میده توی پلیس یک گروهی تشکیل میشه بهترین کاراگاه را از تمام کشور میخوان اینها رو دور هم جمع میکنن یک تیم ضربتی تشکیل میدن توی ژانویه 1983 یک گروهی تشکیل میشه و شروع میکنن به بررسی کردن قتل و حمله هایی که با الگوی مشترک اتفاق افتادن اینها دیگه اسلحه رو میدونستن شکل حمله رو میدونستن و شروع میکنن جمع کردن اینها کارگاه اصلی که روی این پرونده کار میکرده یک آقایی بوده به اسم استانیسلاو شیک اگه حالا فامیلیش رو به اون لهستانیش درست بگم مسئول هدایت این گروه بوده و اسم اقرب رو روی این قاتل میذاره یعنی بهش لقب اقرب میدن دلیلش هم این بوده که نوع حملهش خیلی شبیه نیش زدن اقرب بوده اگر شما نیش زدن اقرب رو دیده باشید خیلی سریع دومش رو میاره و نیش میزنه نظر پلیس این بوده که این قاتل هم با اون پتکی که حمل میکرده خیلی سریع حمله میکرده و ضربه رو توی سر زنها میزده و اینها فرصت فرار نداشتن به خاطر هم بهش لقب اغرب رو میدن و شروع میکنن جمعوری مدارک یک سلاح ذهنی داشتن که این داره با چه سلاحی آدم میکشه یه شاهد هم داشتن اینا حدودا 16 پرونده رو جمع میکنن که توی نقاط مختلف لهستان اتفاق افتاده بوده و به نظر میومده که کار یک نفر باشه خبر توی رسانه ها پخش میشه این لقب اغرب در مورد این آدم پخش میشه و پاول اومده مرکز توجه ها خیلی از این قضیه خوشحاله آدمی که همه عمر نادیده گرفته شده هیچکس ندیدتش حالا سلبریتی شده هر چند که در حوزه قتل همه دارن ازش حرف میزنن همه ازش میترسن و خیلی با افتخار به این موضوع نگاه میکنه خیلی لذت میبره همین هم باعث میشه که فکر کنه که شکست ناپذیر دیگه من شکست نمیخورم منی که تا الان این همه حمله کردن ردم رد هم نگرفتم من شکست نمیخورم 28 فوریه یه ون میدوزده این دزدی رو هم داشته کلا عادتش به دزدی رو نگه داشته یه ونی میدوزده و سر راه هم دوتا خوک میبینه از این بچه خوکا خوشش میاد تو یک مزرعه اینا رو میندازه عقب ون و میاره خونه میاره خونه و به زنش میگه که آره من یه کاری برای یه کسی انجام داده بودم بابت پول این خوکا رو به من داده من مثلا این خوکا الان دست منه زنش میگه باشه میبره میذاره توی اون جایی که داشتن برای حیوانات پشت سوار این و نمیشه و میاد بیرون میاد بیرون و اون روز یک دختری رو میبینه به اسم سواوا 25 ساله بوده داشته راه میرفته توی یک جاده همون جاده که این با ماشین توش حرکت میکرد به نظرش میاد که خب این خیلی قربانی خوبیه من این رو میخوام با ماشین میره کنارش صداش میکنه بهش پیشنهاد رابطه جنسی میده دختر رد میکنه با سرعت میره سمتش با پتک ضربه میزنه توی سرش میکشتش توی ماشین قصدش این بوده که بره به منطقه جنگلی که رفت آمد کم خلوته اونجا بهش تجاوز کنه و جسد رو اونجا رها کنه نگاه کنید که این آدم الگوش رو عوض کرده دیگه داره با ماشین میره داره قربانی رو با خودش میبره و از غذا به واسطه همین که روشش رو هم عوض کرده به در بسته میخوره چرخ ماشین توی گلولای گیر کرده بوده و نمیتونسته حرکت بکنه و 25 ساله رو میاره بیرون میبره پشت بوته ها بهش تجاوز میکنه بهش ضربه میزنه و ماشین رو هم همونجا رها میکنه و میره سواوا زنده مونده بوده هم زنده مونده بوده هم میتونه خودش رو برسونه به جایی که تماس بگیره با پلیس و کمک بخواد بلافاصله میره اداره پلیس بعد از اینکه حالا خدمات اورژانس روش انجام میشه و مطمئن میشن که حالتش ثابته میره داره پلیس کمک میکنه به پلیس توی تصویر نگاری اون چهره نگاری که بتونن این آدم رو پیدا بکنن یه سری گزارش راجع به چهرهش میده و این برای پلیس خیلی اتفاق مهمی بوده پلیس علاوه بر سوابا یک ون هم پیدا کرده بوده یک ون سفیدی که خب مشخصه که دزدی بوده اما نکتهش چی بوده توی دهه 80 آدم‌های بسیار کمی گواهی نامه داشتن توی لهستان و کسی که سوار این ماشین شده بوده گواهی نامه داشته این یعنی در حقیقت پلیس روی این حساب میکنه که این با گواهی نامه سوار ماشین شده دیگه این رانندگی بلد این گواهی نامه داره ماشین رو همینجا گذاشته توی ماشین هم مقداری مدفوع خوک پیدا میشه کاراگاه شیک شروع میکنه درخواست دادن به تمام نقاطی که قتل ها و حمله ها توش اتفاق افتاده تمام دهکده ها و شهرها و بهشون میگه که من لیست آدم هایی که توی منطقه شما 25 تا 40 سالن و گواهی نامه دارن رو میخوام. از توی اینها اونهایی که سابقه جنایی دارن رو هم برام جدا بکنید. خب یک لیستی میرسه دستش دیگه. یک لیستی که توش اسامی آدم های سابقه داری بوده که گواهی نامه داشتن. و توی این اسامی اسم پاول توتلین هم بوده. خب اولین چیزی که توجه کاراگاه رو جلب میکنه اینه که خیلی چهره شبیه به تصاویر چهره نگاری شده توسط کسایی که بهشون حمله شده تعداد دم که بهشون حمله شده بودم زیاد بود و بالای ده نفر بودن خب این شبیه نشون قربانی های زنده مونده میده نگاه میکنن و تایید میکنن که بله همین آدمه اما تو این فاصله ای که اینها برن جمع بکنن این اطلاعاتو بیارن و نشون قربانی ها بدن و تایید بکنن و آدرس پاول رو پیدا بکنن پاول بیکار هم نشسته بوده شیش می 1983 یه دختر 19 ساله به اسم یولانتا داشته رد می شده داشته از یک مسیری رد می شده از غذا مسیر خلوت بوده و پاول هم اونجا کمین کرده بوده بهش حمله میکنه با چکش توی سرش میزنه بهش تجاوز میکنه و اون رو هم میکشه این آخرین قربانی پاول بوده بعد از اینکه اون رو میکشه میره خونه میره خونه همسایه یه دیوار به دیوارش دزدی میکنه و جاغازی از خونه اون میدزده میاره خونه این همسایه میفهمه که دزد کیه میفهمه و زنگ میزنه به پلیس که آره همسایه من فلانیه اما دزدی کرده بیاید به این مسئله رسیده بکنید سی و می 1983 سه هفته بعد از آخرین قتل قتل یولانتا پلیس میاد دم در خونش دستگیرش میکنه بهش دستبند میزنن به جرم سرقت وقتی که میشوننش توی ماشین چهار نفر توی ماشین بودن سه تا پلیس و یه نفر هم پاول این پلیس ها میدونستن که کیو دستگیر کردن ولی خود پاول هنوز نمیدونسته که برای چی دستگیر شده میارنش اداره پلیس این زمان سی و هفت ساله است و جرم دستگیریش هم برای دزدیدن اجاق باز میاننش رو شروع میکنن ماشینش رو گشتن خونش رو گشتن همه چیز رو گشتن من که اطلاعات به دست بیارم. بازجویی چار و نیم ساعت طول میکشه و در تمام این چار و نیم ساعت این خیلی خونسرد آروم اصلا هیچ واکنش تندی نشون نمیده دیگه پلیس اصلا زده به پرونده اصلی دیگه کاری با دزدی نداره میگه که خب فلان روز کجا بودی یادم نمیاد فلان ساعت کجا بودی یادم نیست نمیدونم هر چی از این میپرسیدم من یادم نیست نمیدونم یک آقای جوانی اون موقع متخصص پزشکی قانونی در لهستان بوده که خیلی هم پیشرو بوده آندریا ورسلافسکی این آقا شروع میکنه تحقیق کردن توی خونه و مدارک رو جمع کردن توی ماشین فضله خوک پیدا شده بوده توی خونه یا این خوک ها پیدا میشن چکش رو میتونه پیدا بکنه توی یکی از این جعبه های مخفی که توی خونه بوده سه هفته از قتل آندریا گذشته بوده هنوز چکش خونی بوده میتونه توی ک... کناره کفش این مقدار کمی خون پیدا بکنه و بالاخره دیگه مدارک خیلی زیاد بوده انقدر زیاد بوده که مدارک میارن جلوش و میگن که ببین دیگه ما همه چی علیهت داریم ما هر چقدر که مثلا بزنی زیر قضیه فایده ای نداره این که میبینه همه مدارک علیهشه شروع میکنه اعتراف کردن نه تنها اعتراف میکنه میگه که من حاضر سحنه صحنه قتل ها رو براتون بازسازی بکنم فقط اگه میشه به این دخترای کارآموز پلیس که کم سن و سالن بگید بیان بریم توی صحنه قتل اینها نقش مقتول رو بازی کنن و ما صحنه رو بازسازی بکنیم یعنی تا اینجا هم داشته چه شرونی میکرده یه ذره هم نمیخواسته کوتاه بیاد از انحرافایی که داشته پلیس قبول نمیکنه میبرنش توی اون صحنه های جرم و یکی یکی صحنه های جرم رو بازسازی میکنه اما تعداد مقتولین با بازسازی این صحنه های جور میره بالا توی اعترافش مشخص میشه که 29 آوریل 1980 توی منطقه اسکوارچ یک زنی رو به قتل رسونده به اسم آلیشیا که 35 ساله بوده یادتونه گفتم 1980 دیگه بهار قتل های این آدم بوده یه دختر 22 ساله به اسم سیسیلیا رو توی 17 سپتامبر 1980 کشته بوده توی منطقه زارنا. ایزابلا 22 ساله رو 19 نوامبر 1980 کشته بوده توی منطقه مالبورگ واندای سی ساله رو 12 دسامبر 1980 کشته بوده توی منطقه گدانسک. هالینا 19 ساله رو هم 14 نوامبر 1981 کشته بوده توی همون منطقه گدانس تو گفتم لهستان در سال 80 درگیر اتفاقات داخلی بود و به واسطه همین دنبال این آدم نمیگشتن پس این بیشترین قتلهاش توی همون بازه زمانی انجام داده بود الان با توجه به اعترافاتشون روبرو با اتهام 9 قتل و 11 مورد اقدام به قتل <applause> یعنی به 11 زن حمله کرده بوده با پتک زده بودتشون بهشون حالا تجاوز کرده بوده یا نکرده بوده فرار کرده بودن و 9 نفر رو هم کشته بوده خیلی پرونده بزرگی بوده برای پلیس پلیس لهستان اون موقع پنج 1985 محاکمه شروع میشه برخلاف همه اعترافاتی که کرده بوده و بازسازی صحنه های قتل و همه کارهایی که کرده بوده میاد تو دادگاه و میگه که نه من بیگناهم میگه که پلیس به من گفتش که اگه اعتراف بکنی ما تو رو سه سال میفرستیمت بری آسایشگاه روانی بعدم آزاد میشی میای بیرون و زندگی تو میکنی من مثلا باهاشون معامله کردم گفتم گناهکارم و من گناهکار نیستم اما خب حرفش خریداری نداشته بشه شاید منصفه این هم مدرک علیهش وجود داشته این همه شاهد وجود داشته تقریبا همه کسایی که بهشون حمله کرده بوده تونسته بودن شناساییش بکنن مگر اونهایی که انقدر آسیب دیده بودن از نظر ذهنی به خاطر ضربه ها که چیزی به خاطر نمی آوردن در 6 آگوست 1985 به اتهام 9 مورد قتل و 11 مورد اقدام به قتل مجرم شناخته میشه و براش حکم اعدام صادر میشه. 25 می 1987 نزدیک به 12 سال بعد از اولین حملش میبرنش برای اعدام. دادستان کمی قبل از اعدام ازش میپرسه که اگر یک بار دیگه آزاد بشی چی کار میکنی؟ که احتمالا میرم که آمادشم برای شکار دیگه. یعنی یک ثانیه هم از کارهایی که کرده بوده پشیمون نبوده. از رنجی که به این خانواده ها و این آدم ها داده بوده پشیمون نبوده. اعدامش میکنن و توی گورستانی در گدانسک دفن میشه طبق چیزهایی که من خوندم کسایی که مسئول کفن و دفن توی گورستان بودن قبل از اینکه در تابوتش رو ببندن و دفنش بکنن توی تابوتش ادرار کرده بودن و این شکلی یکی از مخوفترین قاتلای لهستان میمیره و به خاک سپرده میشه این پرونده خیلی تصویر ازش کم بود ما هرچی پیدا کرده بودیم رو براتون گذاشتیم و پرونده عجیبی هم بود پرونده ای که احتمالا خیلی زودتر می شده که حل بشه اما به خاطر شرایط سیاسی اجتماعی که اون زمان لهستان درگیرش بوده حل نشده بوده به خاطر اینکه چیزهای مهمتری از جون زنهای لهستانی وجود داشته گویا ممنونم ازتون که تا اینجای پرونده با من همراه بودید من یه بار دیگه این رو بگم صدام همیشه این شکلی نیست همچنان با سرمخوردگی درگیرم و امیدوارم که بهتر بشم تا بتونم بهتر براتون داستانها رو روایت بکنم دمتون گرم اگر نظری در مورد این ویدیو داشتید حتما برای ما کامنت بذارید اگر ویدیو رو دوست داشتید حتما لایکشون بکنید و ممنونم که با ما همراه بودید خدا نگهدار